mm بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الحجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الميعاد قال الله العظيم في كتابه الكريم وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. داستايي بورنياز من راب خداوند خدافند برمیداریم برمي و برای سلامتی آقا و مولامون ولی نعمت عالم وجود دعا می کنیم و یقین داریم این دعاها توجهات توسلات اثر دارد بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه السنة وفي كل صبا وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنوا أرضك تَوْعَا اميل فِيهَا اميل <applause> هدية مهزر مقدس اميل أمير آلام. أمير عالم أمير علي علي أبي طالب طالب عليه السلام. و جهت خوشنودی حضرت زهرا سلام الله علیها و به قصد تأجیل در امر فرج و ظهور امام زمان علیه السلام سلواتی عنایت کنی تقدیم پیشگاه نورانی و با کرامت مولانا و مولا الکونین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه عزیزان و یارانی که در رکابشون به شهادت رسیدن مخصوصا بزرگ پرچمدار رشید کربلا حضرت ابا الفضل العباس قمر منیر بنی علیه السلام و مادر چهار شهید حضرت ام البنین سلام الله علیه صلوات دوم را بلندتر عنایت کنین در ادامه عرائز جلسات گذشتمون پیرامون سوره مبارکه والفجر سورت الحسین علیه و السلام رسیدیم به اینجا که خداوند متعال سنمونه برای کسانی که از امکانات و ابزار رشد برای رسیدن به مقام عبودیت و بندگی خدا استفاده نکردند بلکه همه را نابود کردند با خدا در افتادن با انبیا در افتادن با سعادت و خوشبختی خودشون در افتادن و قطعا نتیجه کسی که برا با خدا در افتاد و رفتادن است و نابود شدن و به هلاکت رسید در جلسه قبل گفتیم اگر فرعون هفتاد و چهار نوبت اسمش در قرآن آمده است به خاطر کارهای زشت و ناپسندشه و ما باید عبرت بگیریم خدای ناکرده در خانه در خانواده بین جامعه یه وقت فرعون کوچکی نباشیم خب فرعون چرا بد است یک چون در مقابل خدا قد علم کرد در مقابل خدا تقیانگری و لجبازی کرد انا رب بکم تا جایی که به خود اجازه چنین جسارت بزرگی را داد که بگه من خدای برترش شمایم یک دو فرعون بد است چون مستکبر بود ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبخ ابناءهم فرعون بد است چون زیر بار حق نرفت استکبار ورزید لجبازی کرد حق رو فهمید و نپذیرفت پس هر کس حق را بفهمد و نپذیرد او هم یه فرعون تکبر برای چی؟ حدیث داریم من تکبره من تواضع الله رفعه الله و من تکبره وزعه الله کسی که به خاطر خدا تواضع فروتنی نماید خدا او رو بالا میبرد رفعت و مقام و رتبه و شعن به او میدهد و کسی که تکبر بورزد حالا تکبر در مقابل خدا باشد در مقابل انبیا و در مقابل مردم خدا او رو به زمین سیاهش میزنه و زعه الله پستش میکنه خب سوم فرعون بد است چون ایجاد تفرقه میکرد جامعه رو دست دسته میکرد پس هر کس کارش ایجاد تفرقه در بین جوامع منسجم باشد او هم یه فرعون کوچیک است جعل اهل هاشیا مردم رو دست دسته می تفرقه و اختلاف ایجاد می چهار فرعون بد است چون نسل کشی میکرد کرد یو ابنا اهم چقدر شکمای مادرای بیگناه رو پاره کرد بچه ها رو در و کلشون رو به دیوار زد بیشمار پس هر کس نسل کشی کنم حالا ممکنه یک کسی یا آقای خانم بگه ما الحمدلله آدم نکشتیم ما دستمون به خون کسی آلوده نشده است نه خیر متاسفانه آمار خیلی بالا و تکندهنده ای ما داریم از کورتاژ سخت کردن جنین بابا مراجع فرمودند اگر نطفه منعقد شد و شما خودت یا با مجوز اون دکتر جنایتکار سقت کردی نابود کردی اگر نطفه باشد و نابود کنی مراحل اولیه چند مسخال طلا باید بدی اگر علقه شد مزقه شد اگر روح درش دمیده شد که وا مصیبتا روح دمیده شد و شما نابود کردی و سخت کردی یک دیه کامله یک دیه کامل انسان باید بدی چون شما آدم کشتی جذب بخوا ابناعهم هم بچه ها رو میکش فرعون پس من تا متاسفانه آمارم خیلی بالاست اون دکتر خدا که امضا می کند مجوز صادر می کند برای این جنایت او جرمش آدم کشی و نست کشیه اون پدر و مادری که رضایت میدن به این کار و این جنایت اونام شریکه در این جرمم اونام نسل کشی کردن بیدار باشیم یکی دیگه از کارهای فرعون مصرف بود اصرافگر بود انهو کان تعبیر قرآنه انهو کان عالیا من المصرفین او در رأس مصرفین قرار داشت یک مصرف رد بالا بود پس هر کس اصراف بکند از حد بگذراند بابا آب رو به اندازه مصرف کن غذا رو به اندازه مصرف کن عمر و وقت تو به جا و به اندازه مصرف کن خواب به اندازه خوراک به اندازه حتی عبادت مرحوم شیخ الرعاملی بیست جلد و بیس جل و, و شیر زان الله علیه در جلد اول وسائل بابی دارن. عنوان باب اینه. بابو. الاقتصاد فی العباده. الاقتصاد فی العباده. یعنی در عبادت هم اصراف نوید بکنی. در عبادت هم میان رو باش. الاقتصاد فی العباده. پس ببینید اصراف در هر امری مزموم است این یکی از کارهای فرعون و جنایات او بود پس هر کس اصراف کند او هم یک فرعون کوچک است دیگه چی؟ فرعون شخصیت انسانها رو خورد می کرد تا به اطاعت فرعون درآیند تا اینا رو تحت چتر و بلیت خود بیاره این تعبیر قرآن فاستخف قومه فاتا او واستخف قومه فاتا سبک میکرد قومش قومشو استعدادهاشون رو سرکوب میکرد قدرت و قابلیتها و استعدادهای ارزشمند اونها رو له میکرد چرا؟ چون مستکبر است استضعاف در مقابل استکباره جامعه رو پایین نگه داشته بود یستضعف و منهم کار موسا چیه؟ جامعه رو از یوق استکبار و استضعاف نجات بده شخصیت میداد از موسی بهشون عزت و آبرو به اینها میداد فرعون نقطه مقابل جامعه رو میخواست به پستی بکشد به استضعاف بکشد تا پیرو او بشوند پس هر کس شخصیت انسانها رو له بکند او هم یک فرعون کوچک است ترور شخصیت آبروی مسلمان آبروی مؤمن اعظم من الکعبه روایت داریم در بعضی روایت دارد حرمت المؤمن کل کعبه. بعضی روایات دارد حرمت و احترام و آبروی مؤمن از کعبه بالاتره چرا غیبت و تهمت چرا شایع پراکنی غلط گناه کبیر است چون باعث میشه یک شخصیت آبرومند آبروش بره هوا این روایت رو تقاضا میکنم عزیزان بینندگان محترم دقت بفرمایند با آدرس من عرض کنم اصول کافی شریف امام صادق علیه السلام فرمودن راوی روایت مفضل است امام فرمودن من روا علی مؤمنن روایتن یرید و به هاشینه و هدم مروعته لیسقط عن اعین الناس اخرجه الله من ولایته الى ولایت الشیطان فلا یقبله الشیطان الله اكبر کسی که علیه مؤمن مطلبی بسازد به قون امروزا امروزی ها شایع پراکنی افشاگری حالا هر میخوای اسمش رو بگذار اما هدف چیه یه مطلب باطل یه دروغی را علیه مؤمنی منتشر میکنه هیچ پایه و اساسم نداره دروغ محض هدفش چیه تا او را از چشم مردم بیندازد یه انسان آبرومندی که یه عم در بین مردم با عزت و آبرو زندگی کرده است یک شایعاتی درست میکنه تا او را از اعتبار و حیثیت و آبرو بیندازد لیس قطعن الناس یوریدو به ها شینه میخواد او رو سبک کنه میخواد او رو از چشم مردم بیاندازه میخواد او رو بی اعتبار بکنه میخواد ترور شخصیت کنه امام ساده میفرماد میدونید عذاب و جرمش چیه؟ لا اله الا الله اخرجه الله من ولایتهی الى ولایت شیطان خدا این مجرم این شایع پراکن این دروغگو این تهمت زن این آبرو ببر این جنایت کار را از تحت ولایت خودش از تحت ولایت الله خارجش میکنه حوالش میده به شیطان عجیب است که اینقدر این گناه بزرگه که شیطان هم قبولش نمیکنه شیطان هم او رو تحویل نمیگیره از خدا رنده و از همه جا مونده و شیطان هم قبولش نمیکنه میدونید خارج شدن از تحت ولایت خدا یعنی ما دو تا ولایت بیشتر نداریم ولایت الله ولایت شیطان و در سوره مبارکه بقره آیه آیت الکرسی اینجوری میخونیم الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفرو اولیاءهم الطاغوت یا مؤمن و موحدی یا مشرک و کافری تحت ولایت کی هستی قرآن میفرماند هر کس تحت ولایت خدا بود خدا او را از تمام ظلمتها و زلالت به سوی نور ایمان نور هدایت خارج میکنه و کسانی که کافر شدن سرپرست اونها تاقوت است نتیجه این سرپرستی از نور به ظلمت کشیده شدن است خب وقتی این آبرو رو برد طرف آبرومند رو بیهیزیت کرد از چشم مردم انداخت خدا از تحت ولایت خودش خارجش میکنه حوالش میده به شیطون شیطون هم قبولش نمیکنه چقدر گناه بزرگه فرعون یه کارش همین بود تو سر مردم میزد شخصیت ها له میکرد استعدادها رو سرکوب میکرد تا به اطاعت او واداشته بشه این یه خلاصه ای از این سه گروه که خدا در نهایت میفرماد اینا اهل تقیان بودن اهل فساد یکی از کارهای دیگر فرعونم حیفم میاد اشاره کنم فرهنگ فساد و گناه رو در جامعه رواج داد پس اگر کسی فرهنگ فساد و گناه و بی تقوی و بی را در جامعه رائج کند و گسترش بدهد او هم یک فرعون است و در جرم با جرائم فرعون شریک و سهیم است قرآن می‌فرماد این سه گروه از سعادت دور وجه مشترکشون این بود الذین فی البلاد در شهرها تقیان کردند نتیجه تقیانشون چی بود؟ فا اکثر الفساد فساد و فرهنگ گناه را فرهنگ بی بند فرهنگ بی تقوایی اینا رو گسترش دادن خدا میفرمود فرمود فسب عليهم با علیهم رب و کسوت عذاب ما تازیانه عذاب را اون چنان بر اینها نواختیم که له شدن فرعون 400 سال عمر کرد این همه بینات آیات معجزات رو دید به خود نیامد آخر خداوند متعال به وسیله چند مشت آب رود نیل در مصر خفش کرد بدنش هم نگذاشت تومه دریا و رود نیل بشه الیوم نونجی که به بدنک لتکون لمن خلفک یا ما بدن فرعون رو نجات دادیم از طعمه دریا شدن چرا؟ برای اینکه درس عبرتی و آموزشی باشد برای آیندگان تاریخ بدانن هر که با خدا و انبیا در افتاد نتیجهش ور افتادن است ولو فرعون فرعون هر کی باش خدایا به آیات نورانی قرآنت به مقام و عظمت سید و شهدا صاحب این سوره به همه ما توفیق استفاده بهینه و صحیح از ابزار و رشد کمال و رسیدن به مقام عالی عبودیت و بندگی را به همه ما کرامت بفرما شما جناب علی نل اکبر علیه و السلام و سلام رو ببینیم این مقام جوان از 24 سال نوشتن سن اون رو در کربلا تا 28 سالگی البته بعضی مقاتل هم 18 سالگی اما عمدتا از 24 تا 28 فرزندم داشته اما جذب در عشق به خدا بوده است این تعبیریه که امام حسین در بارش فرمودن وقتی آقا آمدن در به خیمه دیدن طول کشید علی رفته علی اکبر علیه و السلام و سلام رفته خداحافظی بکنه با بیبیا، بیا امه ها ولی طول کشید حضرت آمدن در به خیمه منظره ای را آقا دیدن که به تعبیر ارباب مقاتل نزدیک بود روح از بدن آقا مفارقت کند خدا ابی عبدالله رو حفظ کرد مگر چه دید آقا آقا نگاه کردن این بیبیا اطراف علی اکبر رو گرفتن خواهرها رو راضی میکنه امه ها رهانه میکنن امه ها رو راضی میکنه برای حرکت به سوی میدان جنگ بی بیا رهاش نمی کنه. اینجا بود که سید و شهدا فریادی زد دعنهو فا ممسوس فی ذات الله علی اکبرم رها کنید او قرق در خدا او عاشق خداست, خداست, خداست میخواد به میدان بره اما حیا مانعشه شما رهاش نمیکنیم آخ بمیرم روزه رو جلو ببرم چه گذشت به زید و شهدا علیه السلام او وقتی که صدای آزاده رو شنیدن نگفت بابا مردم نگفت بابا بدادم برای ادبو ادب رو ببینید جوون ها ادب صدا زد ابا ابا علیک من الزلایا هوا جدی رسول الله قد سقانی به سهل هلوفا بابا منم رفتم خدا حافظ بابا جان دیگه غم تشنگی منو مخور چرا آخه پیغمبر اکرم جدم از بهش آمد ظرف آب آورد منو سیرابم نمود و تا صدا علی شنید آقا به سرعت اومد دیگه نمیگم چه جوری از اسب دیگه نمی از رو زمین افتاد دیگه نمیگم چه جوری آمد اما همین همین اندازه بگم وقتی خودشو رسون, رسون کنار بدن علی علی اکبر از دنیا آه رفته آه وای, وای وای دوست و دشمن به آل حسین گریه کرده فقط همین یه خط شعر گاهی یه خط شعر گاهی یه مصرع شعر کار تو روزه رو میکنه ده 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 کلمه ختم من الهی جوونامون انشالله همشون خوشبخت جوان مشکلاتشون اصلاح بشه دین و ایمان و عقایدشون حفظ بشه از خطر دشمن صدا زدن بابا علی اکبر بابا بنا نبود آتش به باغ ما بزنه بنا نبود بابا علی اکبر بنا نبود به باغ ما بنا نبود آتش به باغ ما بزند بابا پسر پسر بزرگ نکرده که دست و پا بزند پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزند صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله السلام علی الحسین و علی علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين اللهم عجل لبليك الفرج والعافيه والنصر. وتقبل هذه الوسيلة واجعل أواقيم أمورنا خَيْرًا بجوه محمد وآله الأطهار